کسی که قاعدتا باید عکس او هم در میان تصاویر قربانیان شارلی ابدو دیده میشد، اما یک قرار کاری و تأخیری چند دقیقه‌ای موجب شد تا اکنون زنده باشد. پاتریک پولو وقایع نگار شارلی ابدو و در این حال پزشک اورژانس پاریس. او در گفتگو با شبکه فرانس دو گفت آنها انسان‌های صلح طلبی را کشتند، آدم‌های فوق‌العاده بردبار که به همه ادیان به یک چشم نگاه می‌کردند و برای همین هم از همه مذاهب کاریکاتور می‌کشیدند به یک شیوه و البته بدون نفرت. کار ما طنز بود، کاریکاتور می‌کشیدیم و می‌خندیدیم. نمی‌دانم توجه کردید یا نه، ولی هیچ دیکتاتور و بنیادگرایی را پیدا نمی‌کنید که از طنز استفاده کند. طنز متعلق به انسان‌هایی است که فرهنگ را می‌فهمند و مزه دهان دیگران را درک می‌کنند. این کاری بود که بچه‌های شارلی می‌کردند و این کاری است که آن را ادامه خواهیم داد. بله، همانطور که پاتریک پولو اشاره کرد، انتشار شارلی ابدو ادامه خواهد یافت. شماره ویژه این نشریه چهارشنبه آینده در 8 صفحه و شمارگان 1,000,000 نسخه روانه بازار خواهد شد. تیراژ معمولی این مجله 16 صفحه‌ای معمولاً 60,000 نسخه است.